همچنین سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت که رژیم حتما اقدام جدی و بازدارنده خود را با قدرت، با قاطعیت انجام خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حق ذاتی خود مبتنی بر اصول و قواعد و قوانین و مقررات حقوق بین الملل در تأمین امنیت خود و تنبیه متجاوز حتما اقدام جدی و بازدارنده خود رو با قوت، قدرت، با قاطعیت و با صلابت انجام خواهد داد. من تأکید می کنم کسی نباید در اراده و عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی در مقابل رفتارهای جنایت آمیز و ماجراجویانه رژیم غاصب صهیونیستی تردیدی به خود راه بدهد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نه تنها به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست، بلکه به دنبال تثبیت و ثبات در منطقه است. اما معتقد است تثبیت ثبات و امنیت در منطقه با تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی در مقابل رفتارهای ماجراجویانه و تروریسم فراسر زمینی رژیم غاصب صهیونیستی ایجاد و در واقع به دست خواهد آمد. فلذا جمهوری اسلامی ایران معتقد است که میبایست جامعه بین المللی در مسیر بازگرداندن و ثبات به منطقه عمل بکنند و از تنبیه متجاوز به دست جمهوری اسلام ایران حمایت بکنند. ما در جهت تقویت ثبات و امنیت در منطقه تلاش خواهیم کرد و اقدامات خود رو در چهارچوب منشور و در چهارچوب مقررات و حقوق بین الملل در تنبیه متجاوز تنظیم و در این چهارچوب عمل خواهیم کرد انشاءالله. سوال من این هست، این که به نظر میرسه که بایدن و غرب، کشورهای غربی آروم آروم متوجه خساراتی که اسرائیل داره وارد میکنه و خطراتی که متوجه منطقه میکنه شدن. آیا فکر میکنید که راهی وجود داره که بتونه رو ایران تاثیر بذاره که جلوی یک جنگ احتمالی گرفته بشه و ایران بتونه راضی بشه که یه ذره آرومتر عمل بکنه یا در نهایت جنگ اتفاق نیفته؟ ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران و کشوری که حاکمیت و تمامیت سرزمینی ما و امنیت ملی ما مورد تعدی و تجاوز یک رژیم ماجراجو قرار گرفته، نمیتوانیم منتظر اقداماتی باشیم که تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد یا کشورهای مؤثر در آن انجام ندادند. فلذا جمهوری اسلامی ایران با وصف در واقع اینکه حق خود رو برای پاسخگویی به تأمین امنیت و تنبیه متجاوز محفوظ می‌داند. زهروند عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت در داخل تهران و ایران شبکه نفوذ دارند، زیرا ایران کشور بزرگی است و اسرائیلی‌ها عناصر شروری در ایران دارند که با آنها همکاری دارند و در شبکه موساد خودشان را تعریف کردند. وی افزود آنطوری که گفته می شود یک ریز پرنده حامل موشک بوده که به سمت اتاق هنیه شلیک شد. این کار حتی با کاری که با هشت شعبی کردند و یا علیه حزب الله کردند خیلی فرق دارد. از سوی دیگر رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت نشست کمیسیون با حضور معاون اطلاعات سپاه قدس، معاون امنیت وزارت اطلاعات، معاون امور مجلس سپاه پاسداران و معاون حقوقی و مجلس وزارت اطلاعات و با دستور کار بررسی ابعاد مختلف ترور هنیه برگزار شد. معاون اطلاعات سپاه قدس گفت ترور اسماعیل هنیه در تهران حاصل نفوذ نبوده و در این حادثه موضوع نفوذ مطرح نیست. روزنامه حکومتی هم‌میهن درباره جنگ و جدال باندهای رژیم بر سر حمله به اسرائیل نوشت در اصل پاسخ اختلاف نظری میان نیروهای سیاسی داخلی وجود ندارد، اما در این میان خط تند رو با قدرت بر تبل جنگ میکوبد
و پاسخ همزمان به آمریکا را نیز طلب می کند. مدیر مسئول کیهان اولین فردی بود که بحث حمله به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین و دیگر اهداف متعلق به این کشور در خلیج فارس را مطرح کرد و پشت سر او نیز امام جمعه مشهد در خطبه‌های جمعه گذشته خواستار حمله به همین پایگاه شد. منطق آنان حمله به عین الاسد است، در حالی که حمله به عین الاسد خسارات جانی برای آمریکایی‌ها نداشت و در پاسخ به اقدام تروریستی آنان بود. پس از آن نیز به طرز مشکوکی هواپیمای مسافربری بر فراز تهران هدف قرار گرفت. محب علی مدیر کل سابق وزارت خارجه رژیم از حمله به اسرائیل پرهیز داد و گفت رقم زنندگان ترور اخیر به دنبال جلوگیری از عادی سازی مناسبات خارجی ما هستند. واکنش ما باید مدبرانه، عاقلانه و متناسب با منافع ملی باشد. مفهوم بازدارندگی در دنیای امروز صرفاً بازدارندگی نظامی نیست. وی افزود این ترور نشانگر آن است که عاملین از محل استقرار، رفت و آمد و جزئیات حضور مهمانها اطلاعات کافی داشتند. امتداد نیوز 15 مرداد تحت عنوان مشکلات ایران در وعده صادق دو نوشت در موضوع حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق فضای بین المللی مناسبی برای تغییر موازنه قدرت به نفع ایران ایجاد شده بود، فضایی که امروز شاهد آن نیستیم. عدم پذیرش مسئولیت این ترور هم راه را برای کنش انتقامی ایران سخت می کند. سؤال مهم این است که آیا انجام عملیاتی نظیر عملیات وعده صادق در فروردین 1403 می تواند موازنه قوا را بار دیگر برقرار کند؟ به نظر می رسد پاسخ به این سؤال منفی باشد. از روش های احتمالی انتقام می تواند ترور یکی از شخصیت های اسرائیل باشد، اما سؤال این است که چنین اتفاقی می تواند به نفع ایران تمام شود؟ به نظر می رسد پاسخ این سؤال هم منفی است. نتیجه این که نظام برای انجام یک عملیات انتقام گیرانه که با مسئولیت خودش انجام شود شرایط دشواری را پیش رو دارد. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس رژیم گفت که ترور هنیه نشان می دهد که پاسخهای قبلی نظام به اندازه کافی بازدارنده نبوده. بهترین پاسخ بازپسگیری بلندی های جولان که دنیا قبول دارد متعلق به سوریه است به کمک نیروهای زمینی محور مقاومت باشد. به گزارش خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم، عثمانی عضو مجلس ارتجاع نیز گفت ما به کشته شدن کمتر از نتانیاهو راضی نمی شویم. اسرائیل غاصب و رژیم صهیونیستی اینقدر پررو شده که در میهن اسلامی ما و در خاک ایران مهمان ما را شهید کرد. ما به کشته شدن کمتر از نتانیاهو راضی نمی شیم. باید خونخواهی کنیم و سران مستکبر، سران قاتل و کودک کش رژیم صهیونیستی رو باید لگدمال کنیم تا نفس راحتی در این کشور بکشیم. ما لحظه شماری می کنیم برای این اتفاق و ما آماده ایم هر یک از ما مجلسیان در صف اول انتحار برای این موضوع باشیم. روزنامه حکومتی ستاره صبح وابسته به اصلاحاتی‌های رژیم روز 15 مرداد درباره تهدیدهای باند غالب حاکمیت مبنی بر حمله به اسرائیل نوشت دولت مسعود پزشکیان هنوز شکل نگرفته
و سیاست‌ها همان سیاست‌های قبلی است. در واکنش ایران نسبت به ترور اسماعیل هنیه، سیاست‌های کلی نظام به کار گرفته می‌شود و دولت اختیار عمل چندانی ندارد. روزنامه اصلاحگران حکومتی آسمان و ریسمان را به هم بافته تا شاید به باند غالب دهنه بزند و مهمتر از آن راه مذاکره با آمریکا را باز کند و در مورد اسماعیل هنیه هم به جای پاسخگویی به مقوله نفوذ پرداخته شود. این روزنامه می نویسد ایران می تواند در فرصتی مقتضی به صورت غافلگیرانه‌ای به ترور اخیر و هر اقدام دیگری از سوی اسرائیل پاسخ دهد، اما نباید با واکنشی که اسرائیل انتظارش را دارد به طرف تله نتانیاهو برویم. رفع مشکلات هسته‌ای ایران با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها امری است که اسرائیل از آن وحشت دارد. کارشکنی، خرابکاری و ترور در آستانه یا حین هر مذاکره‌ای شیوه اسرائیلی‌ها برای برهم زدن میز مذاکره ایران و غرب است. ما چند بار در این تله افتاده ایم. اگر می‌خواهیم با اسرائیل مقابله کنیم، نباید گفتگو با آمریکا و اروپا را فراموش کنیم یا آن را کنار بگذاریم، زیرا نتایج چنین مذاکراتی به نفع ایران و به ضرر اسرائیل است. ایران قصد دارد قدرت اقتصادیش را احیا کند و این مهم جز با مذاکره و از میان برداشتن تحریم ها میسر نمی شود. در مورد این ترور نکته مهمی که در حیطه اختیارات دولت است پرداختن به مقوله نفوذ است. ترور هنیه در شمال تهران، آن هم در یکی از مهمترین روزهای دولت و در شرایطی که کشور آمادگی میزبانی از مهمانان خارجی اش را دارد و تیم‌های امنیتی و حفاظتی در چنین روزهایی فعالتر از هر زمان دیگری هستند، نشان دهنده نقص امنیتی است.